بله بله، ببینید ابعاد کشتار 67 هنوز به روشنی باز نشده، هنوز موارد بسیاری هست که بایستی در موردش صحبت بشه یا پس از گذشت سالها از به قول معروف از درون تاریک خانه ها بیرون بیاد، یا کسانی که اسنادی رو در اختیار دارن اونها رو منتشر کنن تا ما بتونیم یک تصویر روشنی از کشتار 67 داشته باشیم. به همین خاطره که موضوع همیشه تازه است و هر بار که راجبش صحبت بکنیم موارد جدیدتری رو میشه در موردش توضیح داد. اما موضوع فایل صوتی، ببینید مسئله مهم اینه که این بار از زبان آیت الله منتظری، از زبان قائم مقام رهبری وقت، این جنایت به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی از ابتدا تا اون زمان و تا این زمان که داریم با هم صحبت میکنیم معرفی میشه و آیت الله منتظری کسانی رو که مرتکب این جنایت شدن رو بهشون رو در رو میگه که شما به عنوان جنایتکار در تاریخ خواهید ماند و از شما یاد خواهد شد. این تعبیر بسیار بسیار درست و به جایی است که آیت الله منتظری با شناخت و با اطلاع کامل از آنچه که اون روزها میگذشته بر زبان میارن و در واقع از زبان کسی است که خودش در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داره و توضیح میده که شبها نمیتونه بخوابه از آنچه که مطلع شده نسبت بهش، و بعد هم چون شناخت داره نسبت به سیستم قضایی، شناخت داره نسبت به کسانی که این دستگاه رو اداره میکنن، میبینید که در اونجا به صراحت ایشون تاکید میکنه، میگه مرده شور شورای عالی قضایی رو ببره، و از طرف دیگه راجع به لاجوردی، کسی که دادستان انقلاب اسلامی تهران بوده بین سالهای 59 و تا 63 و در سیاهترین روزهای تاریخ میهنمون، و کسی که حتی بعد از برکناری همراه با هیئت مؤتلفه و همراهانش که آیت الله منتظری تاکید میکنن در همین نوار هفتاشون هنوز تو دادسرای انقلاب اسلامی هستن و پیگیر کشتار 67 بودن و پیگیر کشتار زندانیان سیاسی بودن، آیت الله منتظری میگن گردنش بشکنه لاجوردی. ببینید اینها تعبیراتی است که آیت الله منتظری میکنن، نه من به عنوان یک شاهد، نه من به عنوان یک زندانی، و این نشون دهنده ابعاد این جنایت بزرگی. خب این فایل صوتی به جز این که نوع نگاه آقای منتظری رو نشون میده با یکایک که اینا به طور در اصل یه نوعی خطاب میکنه، حتی اگر بر میگرده به اون زمان که اینا میتونستن آدمای متفاوتی باشن و دارن به خودشون در واقع پیش از هر چیزی دارن به خودشون هم ظلم میکنن، خودشون یک چهره دیگر میسازن، نشون میده که چقدر با این مسئله نزدیک بوده. ولی چرا بعد از این همه سال این ماجرا پیش بود؟ درست است که آقای منتظری موجب شد، در کتاب ها اومد، اصلا پرده برداشتن از این قضیه بخش زیادیش از آگاهیایی بود که آقای منتظری به دست داد، ولی چرا پس از 28 سال؟ ببینید خود مجموعه این گفتگو در هم در خاطرات آیت الله منتظری اومده، هم در گفتگوهای که با رسانه ها داشتن این اومده، و حتی این 10 ماده رو که آیت الله منتظری به عنوان یادداشت میخونن از روش و بعد هم در اختیار هیئت کشتار 67 قرار میدن و بعدا به بیت خمینی داده میشه، در واقع همه اینا اومده بوده. منتها ببینید به نظر من موضوع مهمی نیست که چرا امروز انتشار پیدا کرده یا در واقع اینا حواشی داستانه، مهم متنشه که خود این فایل هست، خود این گفتگو هست، و من فکر میکنم آقای احمد منتظری با انتشار اون قدم بسیار بسیار مثبتی رو برداشتن در جهت دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق قربانیان، خانواده های اونها که همچنان از بسیاریشون از قبر عزیزانشون مطلع نیستن از محل دفن اونها و همچنان در گورستان ها به دنبال عزیزانشون میگردن. این یک مسئله است.
و میدونید که ببینید اصولا اسناد بعد از خیلی کشورها بعد از 25 سال بعد از 30 سال منتشر میشن، اما باید این توجه داشته باشید که در واقع ما داریم در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، نظامی که خشونت، کشتار در اون حرف اول رو میزنه و نظامی که دست در خون داره و حتما که انتشار این فایل تبعاتی رو برای آقای منتظری و برای خانواده اونها داره و هر کدوم از ما اگر خودمون رو به جای اونها بذاریم میبینیم که دغدغه هایی رو داریم برای انتشار اون. هرچند من فکر میکنم این سندی بسیار بسیار مهم بوده و چه بسا بهتر بود که زودتر منتشر میشد و یا حتی چه بسا امروز که از خزایا ما عبور کردیم وقتی به گذشته برمیگردیم چه بهتر بود که آیت الله منتظری دغدغه حفظ نظام، دغدغه به اصطلاح اسلام رو نداشتن و همون موقع رو در روی خمینی علناً می ایستادن، رو در روی نظام می ایستادن و اعتراض خودشون رو علنی مطرح می کردن. همین نامه‌ای رو که در روز 8 مرداد به خمینی نوشتن و بعد در روز 9 و بعد در روز 11 و 13 که پاسخش اومده، اینها رو همون موقع علنی می نوشتن، اعتراض خودشون رو علنی مطرح می کردن. قطعا خونهای بسیار بسیار بیشتری ذخیره می شد و میدونید روز 24 وقتی دارن صحبت میکنن با اعضای هیئت، اگر همین دغدغه هاشون رو علنی مطرح کرده بودن حتما بسیاری از افراد زنده میموندن. همون 200 نفری که این اعضای هیئت میگن ما جدا کردیم و میخوایم اینها رو بکشیم، چه بسا بسیاری از اونها زنده میموندن. زندانیان چپ و مارکسیست میتونستن زنده بمونن و خونهای زیادی ذخیره بشه، اما در هر صورت ما امروز 28 سال از اون زمان در واقع پشت سر گذاشتیم و حالا که نگاه میکنیم میبینیم خیلی میتونست مؤثر باشه، ولیکن در هر صورت آیت الله منتظری به مسئولیت خودشون عمل میکنن. از این بابت به نظر من در تاریخ ایران استثناء هستند. توجه داشته باشین آیت الله منتظری دارن راجع به کسانی صحبت میکنن که دشمنان ایشون هستند و این نقطه قوت آیت الله منتظری است. این درسی در این نهفته، همه ما بایستی این درس رو بگیریم. من فکر میکنم هر کسی در طول زندگی اشتباهاتی داره، به خصوص در قدرت، به خصوص در زندگی سیاسی، اما این رو باید توجه داشته باشیم که آیت الله منتظری با عملی که میکنن، با ایستادگی در مقابل خمینی و دستگاه قضایی و دستگاه جنایت و دفاع از حقوق مخالفینشون و دشمنانشون، برگ زرینی رو ورق میزنن و ما هممون فکر میکنم به ایشون مدیون هستیم. دین بزرگی رو به گردن ما دارن. هرچند من به لحاظ اعتقادی، به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک یک دریا فاصله دارم با اعتقادات آیت الله منتظری، در هیچ زمینه ای با ایشون همخونی ندارم، اما من احترام بسیار بسیار زیادی برای ایشون قائل هستم. روزی که ایشون درگذشتن عمیقا ناراحت شدم و عمیقا عزادار. آقای مصداقی، دلیل این که من گفتم چرا اکنون، نه بیشتر به این مسئله بود که این افرادی که در این نام برده میشن و اینجا هستن و در برابر ایشون بودن، خود به خود الان در مصدر کارهایی هستن. یعنی این خود باز شدن امروزش هم اتفاقا بیشتر کمک میکنه که چه کسانی در قدرت هستن امروز و این کسان چقدر نقش داشتن. خب آقای رئیسی میبینیم کجاست، آقای پور محمدی کجاست. امروز هم اتفاقا روز 24 مرداد هست، امروز که من و شما داریم گفتگو میکنیم درست 24 مرداد هست. چه تأثیری تونسته این در درون ایران بکنه؟ این آبی که در خوابگاه مورچگان ریخته شده، گرچه خیلی زیاد کوشش کردن واکنش نشون ندن، ولی در واقع یک آب در خوابگاه مورچگان به صورت خیلی سیلاسا وارد شده از بابت این موضوع. بله، همونطور که شما فرمودید، الان بحث و گفتگو در همه خانواده هاست، در همه رسانه هاست، به صورت عریان. ببینید صدای آیت الله منتظری در واقع اینجا صدای قطره عام شدگانه، کسانی که از راهروهای مرگ بیرون نیومدن و آیت الله منتظری فریاد اونها رو انعکاس میده. و میدونید در طول این سالها جنایتکاران به انهای مختلف کوشیدند که این صدا رو خاموش کنند و این صدا رو خاموش نگه دارن، اما میبینید این صدا از حلقوم آیت الله منتظری بیرون میاد. 100 در رو بستن، 1000 در رو بستن، اما یکی باقی موند و همون یکی کار خودش رو میکنه و صدای قتل عام شدگان پژواک پیدا میکنه.
از نظر من بسیار بسیار این موضوع مهمه و عبرت آموزه و درس آموزه برای کسانی که میخوان عبرت بیاموزن، برای کسانی که میخوان درس بگیرن. ببینید همونطور که خودتون گفتید، امروز همه اون جنایتکاران مستر کار هستن و یا پست های بالاتر گرفتن. شما میبینید که آقای رئیسی به در واقع نیابت نایب التولیه آستان قدس رضوی هستند و این نشون میده که چه جنایتکاری در اونجا نشسته. همه اونهایی که به لحاظ اعتقادی عشق به امام رضا دارن و در واقع عشق به ائمه دارن، نگاه کنن امروز چه کسی و چه جانی نایب التولیه آستان قدس رضوی است. و در از اون طرف نگاه کنید وزیر دادگستری این نظام سراپا فساد و جنایت، در دولت اعتدال و امید آقای مصطفی پور محمدی است که تا مرفق دست به خون داره، دست به جنایت داره. یا از اون طرف نیری رو میبینید سالیان سال معاون قضایی دیوان عالی کشوره که قبلا آیت الله مدظری گفته بود مرده شورشون رو ببره و اتفاقا بایستی مرده شورشون رو ببره. و از طرف دیگه شما ملاحظه میکنید امروز رئیس دادگاه انتظامی قضاته، یا از میبینید که یک کسی مثل شوشتری 16 سال در دولت خاتمی و در دولت رفسنجانی میشه وزیر دادگستری و بعدها همین فرد میشه مشاور هاشمی شاهرودی. یا اشراقی رو میبینید که بعدها به دیوان عالی کشور میره و امروز دفتر حقوقی داره. توجه بکنید یک نکته اساسی رو من خدمتتون بگم. من در خاطراتم هم تاکید کردم که اشراقی در بعضی از دادگاه ها ترمز هیئت بود. در همین فایل صوتی شما میبینید که جانیان مطرح میکنن که آقای مرتضی اشراقی در بعضی از موارد احتیاط میکرد و برای اینکه نظر بده به برادران رجوع میکرد، برادرانی که در زندان بودن. منظورشون وزارت ماموران وزارت اطلاعات شیخ محمد مقیسس، ناصریان، مسئولین امنیتی زندان اوین و گوهردشت، آقایان داوود لشکری، تقی عادلی اسم اصلیشون هست، یا مجتبی حلوایی عسکر، و از اون طرف قاضی حداد، یا کسانی دیگه مثل حسین زاده است، مثل نمیدونم حمید نوریه. و من و میبینید تنها کسی که در این هیئت ارتقاء مقام پیدا نمیکنه، چون دادستان انقلاب آقای اشراقی بود، تنها کسی که ارتقاء مقام پیدا نمیکنه بعد از کشتار آقای اشراقی است. و همین نشون میده که در نظام جمهوری اسلامی چه چیزی ارزشه. توجه بکنید منظور من این نیست که اشراقی جانی نیست یا اشراقی در واقع طرف زندانیان رو داشته، اصلا منظور من این نیست. منظور من اینه که جنایتکاران در واقع دارای چه پتانسیلی هستند و نظام جمهوری اسلامی و خمینی و خامنه‌ای چه توقعی از نیروهای تحت امرشون دارن. یه مسئله دیگه که بایستی خدمتتون عرض کنم اینه که خود این اشراقی در گفتگویی که بعدها داشته مطرح کردن، وقتی باهاشون تماس گرفته شده و به ایشون گفته شده آخه شما در اساس چه قانونی این بچه ها رو اعدام کردید، اینا که داشتن حکم زندانی میکشیدن، ایشون مطرح کرده فرمان امام بر قانون اولویت داره، درست مثل پلیس راهنمایی که اولویت داره بر چراغ قرمز. ببینید این تعبیر اشراقی است که تازه به اعتبار خودشون در احتیاط هم میکرده و این گونه هم بود و من هم در خاطراتم قبلا به همین مسئله اشاره کرده بودم. جناب اشراقی این فایل صوتی رو که وقتی من باورم این است که هر بار که گوش میکنیم، مثل همین نکته‌ای که الان شما بهش اشاره کردین، بار نخست که گوش میکنیم خود به خود یه فایلی است که یک اصلا انسان رو یک نوعی منزجر میکنه از یک رویدادی که اینها به کار کردن و چگونه آدم ها رو کشتن و چقدر گوش نمیکنن، خیلی راحت دارن توجیه میکنن، مثلا به یه نوعی برخورد آرامش بخشی با گفتگو با آقای منتظری دارن. و من باورم این است که جملاتی که آقای منتظری در برج جا بیان میکنه که خیلی سخت هست و برای اینها، اون در برابر اون آرامشی است که اونا با خیال راحت نشستن و از این صحبت میکنن که چقدر رو کشتن و چقدر دیگر رو قرار است بکشن و چه خواهند کرد.
ولی این نکته‌ای که شما اشاره کردین که امروز چه کسی آستان قدس رضوی رو دارش هست، اینو من برای این بهش به نکته شما میخوام تاکید بکنم. بسیاری از مردم وقتی امروز میشینن میگن خب آقا این سازمان ها چپ بودن، اینا کمونیست بودن، اینا مجاهد بودن، یعنی میگن ما با مسائل سیاسی کاری نداریم، اینا در یه جای دیگه بودن، ما میخوایم زندگی عادی است، ما مسلمان هستیم. همین مسلمان ها، این تاکید شماست، میروند و برای زیارت پولی رو در جایی میریزن که حاکم بر اون پول کسی است که در سن 20 یا 21 سالگی قاضی بوده که تمام این کشتار رو در واقع از بغل دست ایشون فرمانش به نوعی اجرایی شده. بله دقیقا همینطوره. ببینید آقای رئیسی از 20 سالگی جنایت میکردن، درست مثل پور محمدی که از 20 سالگی مأمور جنایت بوده. میدونید پور محمدی در واقع مأمور دستگیری آقای امیر انتظام بوده به همراه روح الله حسینیان، یعنی از سال 58 کار خودشون رو شروع کردن نزد قدوس، نزد علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی وقت. و بایستی توجه کنید ببینید این نظام جمهوری اسلامی است که یا این روحانیت و این آخوندها هستند که تبلیغ میکنند که امام رضا یا زامن آهوست، او زامن آهوست، آهویی که فرار میکنه و شکارچی به دنبال اوه و بعد میرسه در جایی که امام نشستن و شکارچی میخواد او رو شکار کنه و آهو به زیر عبای امام رضا میره و امام رضا شفاعت او رو میکنن، چرا که آهو میگه من چند تا بچه دارم، بچه‌ای که شیرخواره هستن، برم اونا رو شیر بدم بیام. و امام رضا ضامن میشن، میگن من گروگان میستم و شکارچی اجازه میده و آهو میره بچه هاشو شیر میده و بر میگرده و بعد امام رضا خلاص میشن، یعنی اون شکارچی از امام رضا و از اون آهو میگذره. اینجاست که میگن یا ضامن آهو. ببینید چه داستانهای اینها درست میکنن برای اینکه عشق از چش مردم بگیرن، برای اینکه مردم رو بچاپن و سرکیسه کنن. نگاه کنید چه کسی امروز متولی یا زامن آهوست، یک جنایتکاری که مادران بسیاری رو در واقع به قتل رسونده. شما میبینید آیت الله منتظری در این نوار میگه مادران رو جدا کنید و این بیشرمان مادران رو جدا نکردن. این رو هم توجه داشته باشین بهش که اصولاً کسانی که بیشترین جنایت رو کردن دارای بالاترین مقامات در این نظام هستند. شیخ محمد مقیسه رو ببینید امروز چه میکنه. محمد مقیسه در اون زمان دادیار ناظر زندان بود ولی امروز قاضی ارشد نظامه. نگاه کنید رفسنجانی که پشت این جنایت بود چجوری شیخ محمد مقیسه حکم زندان فرزندش رو داد. توجه بکنید احمد خمینی که به گفته آیت الله منتظری به درستی تاکید میکنند سالها بود که به همراه وزارت اطلاعات به دنبال کشتار زندانیان سیاسی بود، به دنبال قتل عام اونها بود و آیت الله منتظری تاکید میکنند که او به دنبال این بود که از روزنامه خون مجاهدین اعدام بکنه تا بالاتر. ببینید چه جوری خودش رو کشتند، ببینید چه جوری او رو به قتل رسوندن. همین جانیان، همونایی که احمد خمینی خودش زیر بال و پر گرفته بود، همونایی که در وزارت اطلاعات همراه با احمد خمینی نقشه قتل عام زندانیان سیاسی رو کشیدن، درست 6 سال بعد توجه داشته باشید احمد خمینی رو به قتل رسوندن. این عبرت تاریخه، این عبرته. و بعد توجه داشته باشید کسانی که با آیت الله منتظری دارن صحبت میکنن، اعضای هیئت کشتار سال 67، در واقع اونها تصور میکنن آیت الله منتظری عنقریب جانشین خمینی خواهد شد و بعد این احتمال وجود داره که اونها رو دستگیر کنن یا اونها رو مجازات کنن، چون آیت الله منتظری داره میگه بزرگترین جنایته. آیت الله منتظری میگه شما به عنوان جنایتکار در تاریخ باقی خواهید موند. بنابراین اونا از ترسشونه و میبینید که به آیت الله منتظری چه دروغهایی رو میگن. گزارش اونها به آیت الله منتظری سراسر جعل و دروغه. من مقاله نوشتم و روی ادعاهای اونا تاکید کردم. ببینید در همین گفتگو اونها به آیت الله منتظری میگن حکم خمینی شداد و غلاظه، حکم خمینی شدیده و اگر کسی به غیر از ما بود قتل عام بیشتری میکرد.
و بعد تاکید میکنن ما تلاش کردیم که کمتر بکشیم. دروغ محضه. ببینید درست دو روز قبل از همین گفتگو، یعنی 22 مرداد ماه سال 67، همین هیئت حکم اعدام کاوه نثاری داد. کاوه نثاری گذشتش رو فراموش کرده بود به خاطر ضربه مغزی به سرش، چون بیماری سر شدید داشت، هفته چند بار حمله سر او رو میگرفت و بعد یک پاش فلج بود به خاطر سیاتیک پیشرفته‌ای که داشت. او رو بردن در دادگاه، از او پرسیدن آیا حاضری بری در بند جهاد برای زندان کار کنی؟ او گفت نه. او گذشتش رو نمیدونست، نمیدونست برای چی دستگیر شده و اصلا توان کار کردن نداشت. او رو به اعدام محکوم کردند. وقتی میخواستن او رو ببرند برای به قتلگاه، کاوه دچار حمله سر شده بود و بعد مثل یک گوش در راهرو مرگ افتاده بود. من نزدیک او بودم و میدیدم این صحنه رو. ظفر جعفری افشار او رو قلمدوشش کرد. خود او نیز محکوم به مرگ شده بود و قلمدوش او به قتلگاه رفت. یا 9 روز قبل از همین با گفتگو، همین دیدار با آیت الله منتظری، این هیئت جنایتکار حکم اعدام ناصر منصوری رو داد. ناصر منصوری فلج قطع نخایی بود. اون از بهداری بیات رئیس زندان روی برانکارد آورد و روی برانکارد بردن دار زدن. ساعت حوالی 3 بعد از ظهر بود و من به خوبی این صحنه رو دیدم، چون من چشم‌بندم یه لنگ بود و از پشت لنگ به خوبی اون چی که در راهروی مرگ میگذشت رو دیدم. ساعت 5 بعد از ظهر محسن محمد باقر رو اعدام کردن. او فلج بود، 2 پاش فلج بود، پاهای آهنی داشت. در فیلم قریب اومه بهرام بیضایی، کارگردان معروف کشورمون، بازی کرده در نقش یک کودک فلج در بچگیش. شما میتونید فیلم قریب اومه رو ببینید روی اینترنت و ببینید اینها چه جنایتی رو مرتکب شدن و این گونه جلوی آیت الله منتظری در واقع گزارش نادرست میدن و دروغ میگن. این اعضای همین هیئت هر بار که یک سری رو اعدام میکردن، شیرینی بین خودشون تقسیم میکردن، نونخامه‌ای تقسیم میکردن، جشن میگرفتن و گاه برای اینکه فشار بیشتری روی ما که در راهرو مرگ بودیم بیارن، به ما نیز با خنده و شوخی و مسخره تعارف میکردن. ببینید اینها جنایتی نبوده که مرتکب نشده باشن. حتی بیماران روانی رو اعدام کردن، کسانی که کوچکترین آثار شکنجه روی بدنشون بود به طور سیستماتیک اعدام کردن و اینها در واقع جنایتی رو مرتکب شدن که در تاریخ مدرن سابقه نداشته. توجه داشته باشید، شاید بریزن یه قبیله دیگر رو در آفریقا حتی بکشن. 500 هزار نفر تا حالا کشته شدن در رواندا، در بسیاری جای دیگه این کشتارها بوده، اما اینجوری نیست که از بالاترین مقام قضایی، بالاترین مقام سیاسی، بالاترین مقام دینی مملکت به اضافه کل دستگاه قضایی، کل در واقع سیستم دولتی، نماز جمعه، همه و همه پشت این کشتار باشن. ببینید این سیستماتیکه، از بالا تا پایینه. اینجوری نیست یه فرمانده فرمان داده باشه و نیروهای تحت امرش عده‌ای رو به قتل رسونده باشن. برای این کشتار بزرگه، نه حجم در واقع کشته شدگان و قربانیان. ببینید باز من تاکید میکنم صحنه های فجیعی رو اینها به وجود آوردن. نکته دیگه که میخوام عرض کنم، دروغ هایی که اینها به آیت الله منتظری میگن، تاکید میکنن، میگن ما 40 نفر کسانی که یه برادرشون رو یا خواهرشون رو اعدام کردیم دیگه اعدام نکردیم. این دروغ محضه. من در مقاله خودم 10ها و 10ها اسم رو آوردم. 2 تا برادر، 3 تا برادر و خواهر، 2 تا خواهر، پدر و پسر و زن و شوهر اعدام کردن، تا همون روز اعدام کرده بودن و به آیت الله منتظری دروغ میگن. از طرف دیگه مطرح میکنن 26 نفر بچه‌ای رو که بین 16 تا 17 سال داشتن موقع دستگیری و حالا 23-24 ساله هستند، تأکید میکنن ما اینا رو اعدام نکردیم. دروغ میگن. من بیش از 26 نفر اسم آوردم که فقط تا همون روز اعدام کرده بودن. اینا نه 16-17 سال، بلکه 15-16 سال در واقع داشتن موقع دستگیریشون و تا همون روز اعدام شده بودن و اینها گزارش نادرست خدمت آیت الله منتظری میدن. چرا؟
برای اینکه از عقوبت میترسن. توجه داشته باشید اگر این اعضای هیئت نزد خمینی رفته بودن و نوار اون موجود بود، شما میدیدید چگونه از بیرحمی خودشون، از شقاوت خودشون در اونجا میگن. نیری رو دیدید در همین نوار با آیت الله منتظری چطوری در واقع دروغ میگه و تأکید میکنه روی اینکه ما تلاش خودمون رو میکردیم در دادگاه و تلاش میکردیم که اتفاق نظر داشته باشیم. این نیری کسیست که شبها که میخواست به خونشون بره، من خودم از توی سلول دیدم، از روزنی که روی نرده های جلوی سلولمون بود و این روزن رو خودمون درست کرده بودیم قبلا، این نرده ها بود که ما نتونیم بیرون رو ببینیم، نتونیم آفتاب رو ببینیم. این سلولی که من بودم مشرف بود به در زندان و مشرف بود به محلی که اینا از ساختمون زندان میمدن بیرون. ماشین نیری اونجا پارک میشد، یه موقع بنز بود، یه موقع بی ام وی سبز کاهویی بود، یک موقع بی ام وی قرمز بود. من شب میدیدم او به همراه رانندش میرفتن در گلخانه زندان که سمت راست من قرار داشت، اونجا میرفتن گل میآوردن و این گل برای خونشون میبرد. ببینید با این بیرحمی و با این آرامش اینها دست به جنایت زدن و در مقابل آیت الله منتظری به دروغ شکل دیگه ای از خودشون ارائه میدن. مسئله دیگه ای که در اون گزارش نادرست هست اینه که میگن ما، البته میگن ما زله شده بودیم. راست میگن، زله شده بودن. من این رو در واقع در روزشمار کشتار سال 67 توضیح دادم و از زبان ناصریان میگم که توی دادگاه اومد پشت من زد همین شیخ محمد مقیسه و گفت حاج آقا اینا ما رو زله کردن، ببینید هیچ کدومشون همکاری نکردن. راست میگفت، درست میگفت، من در اونجا شاهد بودم و میدیدم. ببینید در اونجا تاکید میکنن، میگن که ما 4 دفعه یک نفر رو میبردیم تا این حد احتیاط میکردیم تا بلکه بتونیم اینا رو در واقع راضی کنیم که یک براءتی بکنن. ببینید این دروغه. البته یه چیز فقط راست میگن. آیت الله منتظری میگه به اینها گفتید که قصد اعدامشون رو دارید؟ میگن نه نگفتید. این راسته. ببینید این هیئت تمام تلاشش رو به کار می برد تا زندانیان متوجه نشن در مقابل یک دادگاهی قرار گرفتن و قرار حکم به جانشان بدن. ببینید موضوع مهم این بود که می خواستن در بیخبری مطلق و با فریبکاری زندانی رو روانه قتلگاه کنن. از 75 زندانی مجاهد ملی کش، کسانی که بین 6 چند روز تا 7 سال از پایان حکمشون گذشته بود، 72 تا رو اعدام کردن. سؤالی که از اینا مطرح میکردن این بود آیا شرایط دادستانی برای آزادی رو میپذیرید یا نه؟ این زندانیان همیشه گفته بودن نه، به خاطر همین در زندان بودن و به خاطر همین مونده بودن. این بار هم تصور میکردن مثل دفعات قبله، این بار نمیدونستن پاسخشون با مرگ همراهه. این بار که میگن ما 4 بار رو میبردیم، دروغ میگن. بله 4 بار میبردن، اما نه اینکه 4 بار اصرار میکردن طرف یک براءتی رو بپذیره. خیر، 180 درجه عکس واقعیته. ببینید در دادگاه اول ممکن بود به خاطر اینکه شما مثلا تعهدی بدید یا یه حرفی بزنید که مثلا به نوعی ازش بر بیاد چنین مسئله‌ای، شما رو زنده نگه می‌داشتن. اما باز می‌بردن. این بار انزجار می‌خواستن، باز می‌بردن، می‌گفتن این بار مصاحبه می‌خواستن، باز می‌بردن، می‌گفتن همکاری اطلاعاتی، اما یک نفر حاضر نشد با اینها همکاری اطلاعاتی بکنه. این رو من به تأکید میگم. ببینید 15 تا 20 نفر از بچه های بند ما به خاطر یک سوال اعدام شدن و اون این بود در روز عید قدیر و عید قربون چه کسی در بند شما شربت داد؟ ببینید عید قربان 3 مرداد بود و عید قدیر 11 مرداد و اونها می دونستن در بند ما جشن گرفته بودن این 2 روز و یا این 2 عید رو. حالا می خواستن بدونن کی شربت داده. هیچ کسی حاضر نشد به چنین سوالی پاسخ بده. هیچ کسی حاضر نشد تا این، ببینید فقط تو این مورد خیلی خیلی ساده
پاسخ بده و جانشون رو بچه ها دادن. این رو که میگم نه به خاطر شعار، نه به خاطر علاقم به اون بچه ها، من مسئول برگزاری مراسم عید بودم. اگر هر کسی یادش نبود کی بهش شربت داده، منو یادش بود که مسئول برگزاری مراسم بودم. میدونست که مجری بودم، یعنی منظورم من اون بالا میدیدم، ولی خود شیخ محمد مقیسه یقه منو گرفته بود میگفت کی تو بندتون شربت داده، و اون نمیدونست که من مجری اون برنامه بودم. این ریل که میگم هیچ کسی حاضر نشد، امروز من اگر زندم به خاطر اون بچه هاست، به خاطر سکوتشونه و به خاطر پایداری و مقاومتشونه، و تا عمر دارم نمیتونم فراموش کنم این مقاومت رو و این تابلو باشکوهی رو که بچه ها آفریدن و همگی بسیار بسیار ساده در این سادگی به قتلگاه رفتن. توجه داشته باشین بیش از 30 نفر، ببینید 34 نفر از بچه های بنده یک کنار جهاد زندان گوهردشت رو با بهانه تغییر بند اعدام کردن. این بچه ها فکر میکردن میخوان بندشون رو عوض کنن، نمیخواستن تو بند سابقشون بمونن و با این حربه اونها رو اعدام کردن. حتی تا زمانی که میرفتن برای اعدام شدن اونها نمیدونستن، فکر میکردن بندشون عوض میشه، خوشحال و سرخوش داشتن میرفتن به قتل، به سمت قتلگاه. و صحنه های بسیار بسیار عجیب اون روزها در راهرو مرگ بود. خیلی موقع ها بچه ها نمیدونستن، اما وقتی که میفهمیدن خیلی ساده میگفتن از ما که گذشت. ببینید بحث اینه که از یه طرف اگر شقاوت بود، از یک طرف اگر بیرحمی بود، طرف مقابلش مقاومت بود، ایستادگی بود و یک رنگی بود و در واقع عشقی که بچه ها به مردم داشتن. سپاسگزارم. میگم بسره هر بار که من به این کشتار 67 نگاه میکنم و بحثش پیش میاد، بر اساس کتابایی که رو مسئله هولوکاست خوندیم، در آلمان نازی هم 2 تا پرسش بیشتر نبود، حتی اونا به پرسش هم کاری نداشتن. نگاه میکردم ببینن که این توان اینو داره در اردوگاه مرگ کمک، اردوگاه کار اجباری باشه، یا بره سمت چپ که بره به اردوگاه قتل. به نظر میاد که جانیان و قاتلان و این آدمکشا در همه کشورها شبیه هم هستن، فقط زمان و موقعیت و زبانشون با هم فرق میکنه. بله ببینید، باید اینم توجه داشته باشیم که این جنایت با یه فاصله 35 ساله از اون کشتار در اردوگاه های مرگ هیتلری بوده، ببخشید 45 ساله از اون اردوگاه های مرگ هیتلری بوده. نگاه کنید 45 سال در دوران ما خیلی زمان طولانی است. در اون موقع در واقع مکانیزمای حقوق بشری نبود، اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر نبود، دنیا با این مقوله آشنا نبود. شما میتونستید همین جنایات رو در اسپانیا ببینید، همین جنایات رو در روسیه ببینید، یا همین جنایات رو در اقصا نقاط دنیا ببینید. ولیکن توجه داشته باشید وقتی در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب میشه، دیگه یه چیزی میچرخه، یه چیزی تو دنیا عوض میشه. شما در دهه 40 میبینید چه جنایاتی در آلمان هیتلری صورت میگیره، در کشورهای تحت اشغال صورت میگیره، اما تو دهه 50 و 60 شما سر مرغ نمیتونستید تو آلمان ببرید، شما نمیتونستید یکی از این جنایات رو انجام بدید. توجه داشته باشید مکانیزم های حقوق بشری در دهه 80 تازه در سازمان ملل متحد آغاز به کار کردن. مکانیزم حقوق بشری که میگم یعنی گزارشگر ویژه کشورها، یعنی گزارشگران موضوعی، گزارشگر مثلا اعدامهای خودسرانه فراغذایی، گزارشگر شکنجه، گروه کار، کارگروه مفقودین اجباری، یا مثلا بازداشتهای خودسرانه، از اون طرف نمیدونم استقلال قوه قضاییه، یا مثلا در واقع خشونت علیه زنان یا کودکان. ببینید این مکانیزم ها یا در واقع پیمان های بین المللی، پیمان ها و میثاق های حقوق بشر در دهه 70 و 80 غالبا تصویب شدن. یعنی ما در یک دنیای جدیدی وارد شدیم. جنایاتی که در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته در این دهه است، در این دورانی که حقوق بشر پوست انداخته. و این رو میخوام بگم که زشتی کار
بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی است که در آلمان هیتلری اتفاق افتاده. درست. میدونید این زمان رو بایستی بهش توجه کرد. درست. امروز پیشرفت بشر در طول این مثلا میخوام بگم 50 سال گذشته اندازه بیشتر از نمیدونم 50,000 سال گذشته بوده. درست. این قیاس درستی نیست، حتی ما اگه بخوایم الان رو با اون موقع مقایسه کنیم. نه من مقایسه‌م این بود که اصلا این احساس مدل اون احساس بوده، یعنی اینها هم مثل که میخواستن اونها رو کپی بکنن، به جای اینکه به قول شما بعد از گذشت این همه سال انسان جنایت‌ها رو کنار زده باشه و این رفتار رو، ولی خیلی عجیبه. یه نکته هستش آقای مصداقی، میخوام بهش نکته رو خدمتتون بگم که دقیقاً اون چه که شما میگید درسته و این احساس مشترک جنایتکارانه. ببینید در همون فاشیسم هیتلری برای پاکسازی یهودیان به قول خودشون، برای کشتار یهودیان و مخالفینشون کمونیست‌ها، نمیدونم کولی، حتی کولی‌ها، حتی در واقع معلولین، ببینید یه تعبیر رو به کار می‌بردن، می‌گفتن اینا سوسکن، می‌گفتن حشرن، حیوان موذیان. ببینید جنایتکاران نظام جمهوری اسلامی دقیقاً از همین تعبیر استفاده می‌کنن، دقیقاً از همین تعبیر استفاده می‌کنن. چرا؟ چون جنایت رو آسان می‌کنه، چون کشتار رو آسان می‌کنه. خود خمینی میگفت اینها سباعی هستن که به کشور حمله کردن. سباع یعنی حیوان وحشی. اینا رو به کار می‌برد برای اینکه راحت‌تر بتونه کشتار بکنه، برای اینکه نیروهاش انگیزه داشته باشن برای کشتار و بیرحمی و قتل عام. باید در پایان به یک نکته بپردازیم. بعد از اینکه این فایل منتشر شد، آقای تاجزاده یک در اصل اظهار نظری در مورد این اعدام‌ها و این مسئله 67 انجام دادن. به نظر میاد که وقتی نگاه میکنن یه عده میگن که خب یک نفر هم از کسانی که در حکومت بوده این رو حالا داره دست میذاره روش داره. ولی در یک جا ایشون یک پرانتز باز میکنن، میگه همه اینا به جز اعضای سازمان مجاهدین. اینجاست که قضیه این نیست که چه کسی، نگاه آقای تاجزاده همون نگاهی است که در همون دوره وجود داشته. امروز ایشون خودش در زندان، از اصلاح طلبان است، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده، ولی اینجا وقتی نگاه رو باز میکنه و اینطوری نگاه میکنه، حتی با داعش امروزی مقایسه میکنه، پرسش برانگیز میشه. ببینید تاجزاده بخشی از حاکمیته. تاجزاده در دهه 60 مسئول این نظام بوده. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تاجزاده یکی از گردانندگان اون بوده، یکی از باندهای فاشیستی بوده که در دهه 60 جنایات بسیاری رو مرتکب شده. این سازمان در سال 58 اردیبهشت ماه 58 وقتی که در واقع تأسیس شد، در واقع برای مقابله و درگیری با سازمان مجاهدین خلق بود. اسم مجاهدین رو هم اینها به سرقت بردن به خاطر اینکه میخواستن در برای از این استفاده کنن برای سرکوب مجاهدین. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همون روزهای اول به دنبال این مسئله، به دنبال محو و نابودی در واقع مجاهدین بوده. بس در اینجاست. نگاه کنید آقای تاجزاده مسئولیت داره در کشتار و جنایت، و توجه بکنید 85% قتل عام شدگان هوادار سازمان مجاهدین بودن. 85% همه کشته شدگان دهه 60 از هواداران سازمان مجاهدین بودن. اون افراد توجه بکنید عشق به میهنشون داشتن، عشق به آزادی داشتن، عشق به رهایی داشتن و از همه چیز خودشون میگذشتن و عاشق‌ترین بچه ها بودن و هیچ قرابتی و هیچ نسبتی با آنچه که مسعود رجبی و فرقه مجاهدین و این کسانی که امروز دست انداختن بر این سازمان و این کسانی که امروز نمایندگی میکنن این سازمان رو نداشتن و ندارن، و اونها مطلقاً صلاحیت این رو ندارن که راجع به قتل عام شدگان صحبت کنن، راجع به بچه هایی که بهترین بچه ها بودن و در واقع با آبروی مملکت ما هستن، آبروی تاریخ ما هستن، و اینها از این بابت اینها اجازه ندارن راجبه اونها و راجبه خاطره اونها و یاد اونها صحبت کنن، چون خودشون دست در جنایت دارن و دست در شکنجه دارن و مرزهای خیانت رو پشت سر گذاشتن به خاطر همکاری با نظام جمهوری اسلامی، به خاطر هماهنگی با نظام جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه بچه‌هایی رو که از قتل عام‌ها جان به در بردند،
از قتل عام 67 جان به در بردن، در اشرف به اسارت بردن، به زندان کشیدن، شکنجه کردن و بعد هم بخشیشون رو تحویل نظام جمهوری اسلامی دادن و این رو نمیتونیم فراموش کنیم. اما باز تاکید میکنم بچه هایی در دهه 60 بر دار رفتن، در جوخه های تیرباران رفتن، عاشقترین بچه ها بودن. من از نزدیک اونا رو تجربه کردم، هنوز گرمای وجودشون رو احساس میکنم، هنوز آخرین وداع رو با اونها در واقع به یاد دارم و همیشه به یاد اونها هستم و عزیز من هستن و تا عمر دارم فراموش نمی کنم فداکاری اونها رو و از خودگذشتگی اونها رو. سپاسگزارم آقای مصداقی. ما چون در روز 4 دقیقه پایان برنامه وقت داشت باشیم، من میخوام شما با یک ذره آرامش، میدونم که اذیت شدین، به هر حال این گفتگو سخته و انسان رو بار دیگر بر میگردونه به اون میزان کشتاری که در اون سالها انجام شده، به دونه دونه دوستانی که از دست داده، به دونه دونه خیشانی که میتونستن امروز باشن. همه ما به بدترین شکل حضور جمهوری اسلامی رو در درون خودمون با مقیاس‌های بزرگ و کوچکتر تجربه کردیم. حکومتی که زندان و اعدام رو در دو اصلش بر پیشانی خودش داشته. ولی در پایان من میخوام فقط به یک بحثی بریم. چرا با وجود تمام این کارنامه‌ای که وجود داره، چرا با تمام این روشنی که وجود داره که در سال 67 چه چیزی اتفاق افتاده؟ یعنی دیگه اصلا این که کسی بیاید و هنوز کسانی هستن، چه در درون ایران و چه در خارج از کشور، که اومدن به عنوان، به هر حال داخل پرانتز، اپوزیسیون خودشون رو حاضر کردن و در اینجا دارن زندگی میکنن، هنوز هم به نوعی بر برخورد باش کشته شدگان 67 و دهه 60 اون اعدام ها رو و اون تیرباران شدن ها رو و اون زندان ها رو سهم اون عده میدونن و میگن رهایش کنید. من میخواستم در این مورد، این 3 دقیقه باقی مونده، شما اینها دارن چه میکنن؟ ببینید، برای اینکه اینها خودشون در اون دهه دست داشتن، برای اینکه اینها خودشون شریک جنایت بودن، نمیخوان سیاهی اون کاری رو کردن رو بپذیرن، نمیخوان مسئولیت بپذیرن. فقط هم اینا نیستن، تو خود حاکمیت نگاه کنید، آقای موسوی بجنوردی رو نگاه کنید، چجوری در طول سالهای گذشته تلاش کرد که مطرح بکنه که حکم اعدام مفسد در واقع خمینی باهاش مخالف بوده و این آیت الله منتظری بودن که در این راه رو باز کردن برای اینکه افراد رو اعدام کنن. شما نگاه کنید به این فایل گفتگو، میبینید تا کجا موسوی بجنوردی پدرزن حسن خمینی دروغ میگه. محمد علی انصاری رو نگاه کنید، ایشون یکی از مسئولین این کشتاره، برنامه ریزان این کشتاره، نزدیکان احمد خمینی است. ببینید چجوری دروغ میگه، میگه اصلا این فایل ناقصه. خب آقا ناقصه، شما کاملش بده بیرون. شما نگاه کنید مشاور فرهنگی سپاه پاسداران رو، او هم همینه میگه. باشه، شما بیاید کاملش رو بگید، شما کاملش رو بدید. نگاه کنید علی در واقع خمینی رو، نوه خمینی، پسر احمد رو چجوری میاد در واقع نمایندگی میکنه بیت خمینی رو و در تایید این کشتار صحبت میکنه، برای اینکه پدرش مسئول این کشتاره، برای اینکه پدرش برنامه ریز این کشتاره، معلومه باید حمایت بکنه. در خارج از کشور هم همینطوره، همه اون کسانی که به نوعی در دهه 60 مسئول بودن، اونا اتفاقا هیچ کدومشون نپذیرفتن. تاج‌زاده دقیقا یکی از اونهاست. من قبلا همین چند ماه پیش راجع به تاج‌زاده مطلبی نوشتم، در واقع نامه سرگشاده‌ای بود به ادعاهای تاج‌زاده. میخواستم بگم آقا این تاج‌زاده مطلقا نپذیرفته مسئولیت سیاهکاری هایی رو که کرده. شما در خارج از کشورم که میدیدید سایت کلمه مطلقا راجع به این فایل صوتی صحبتی نکرده بودن. وقتی که من اومدم مطرح کردم، گفتم ببینید این سایت کلمه رو، خودشون که میرسه یکیشو عدسه که میکنه، بلا فاصله 10 تا بعد انعکاس بدن، یا اگه ملاقات حضوری طرف یا ملاقات نمیدونم مرخصی طرف یه خود عقب و جلو بشه، بایستی نمیدونم همه دنیا بسیج بشه براشون، اما به این کشتار نمیپردازن. فردای اون بود بعد از موضع‌گیری من یه انعکاس کوچیک دادن. ببینید موضعتون بگید چیه راجع به این کشتار، موضعتون چیه راجع به این که بزرگترین جنایت علیه در واقع بشریته، موضعتون چیه راجع به اون چی که آیت الله طالقانی به آیت الله منتظری راجع به مسئولیت این افراد و جنایتکاران علیه بشریت میگه. نگاه کنید اینا همشون در این جنایت دست دارن.
توجه بکنید آقای کروبی تا قبل از اینکه بره در حصر، ایشون 3 ماه قبل از اینکه نام نویسی کنه برای همین در واقع یا آمادگی خودشو برای انتخابات 88 اعلام بکنه، در 10 سالگرد لاجوردی شرکت کرده. لاجوردی که آیت الله منتظری میگن بهش، میگن چی؟ میگن گردنش بشکنه. من یه نامه سرگشاده به کروبی نوشتم، نوشت اون موقع که بیرون بود، گفتم آقای کروبی عبرت بگیرید، آیت الله منتظری رو آینه خودتون قرار بدید، به ایشون تأسی کنید، از مردم پوزش بخواید. ولی همین آقای کروبی حمایت میکرد از کشتار 67، حتی 10 سال بعد از کشتار وقتی آقای احمد منتظری اومدن و راجع به این کشتار موضع گیری کردن و نظر پدرشون رو دوباره گفتن، کسی که ایشون رو مورد حمله قرار داد همین کروبی بود. و شما نگاه بکنید همون کروبی اون روز چه دروغهایی رو برای اعدام این زندانیان تراشید. میگفت تو زندان نمیم رفتن تبابا رو زدن. حالا برفرض زده باشن، آیا حکمش اعدام سراسری در همه زندان هاست؟ ولی میبینید خود جانیان پیش آیت الله منتظری میگن اینا چون اعلام براءت نکردن ما کشتیمشون. میخوام این رو عرض کنم، همه افرادی که در درون این حاکمیت هستن به نوعی مسئولن. به همین خاطره که آقای خاتمی میاد مطرح میکنه لاجوردی رو به عنوان سرباز اسلام. ببینید وقتی که آقای تاجزاده میاد این موضع رو میگیره، که اصلا نیاز نیست موضع بگیره، میتونه سکوت بکنه، ولی این تایید ضمنی این اعدامیانه و در واقع اون چی که انجام دادنه و مطرح کردن این که نمیدونم حالا مجاهدین شبیه داعشن، این دروغ محضه. اون کسی که به داعش نزدیک آقای تاج‌زاده و نظام جمهوری اسلامی است. شما نگاه کنید آقای علم الهدا چی داره میگه، مصباح یزدی چی داره میگه، مگه اینا فقه اسلام نیست؟ شما برید ببینید تمامی احکامی که در رساله ها هست همون چیزی است که داعش داره اجرا میکنه، همون چیز. مگر انداختن از بلندی، مگر نمیدونم قطع سر، مگر نصف کردن، شقه کردن، گردن زدن، دست و پا قطع کردن، مگر به اسارت بردن زنان، مگر به کنیزی بردن، مگر اینا تو اسلام نیست؟ در فقه و شریعت اینها نیست؟ اینا که داعش داره همین کارو میکنه. دعوای اینها با داعش اینه، میگن داعش صلاحیت اجرای این احکام رو نداره. چه کسی مجسمه ها رو از تو میدون ها میبره؟ ببینید اگر اینها نمیکنن، نه اینکه در اعتقاداتشون نیست، به خاطر اینه که هجوم مردم، نسل جوان، فشار اجتماعی اینها رو به عقب میرونه. وگرنه اینا صبح تا شب صحبت از چی دارن میکنن؟ میگن اسلام حداکثری، یعنی اون چیزی که تو کشور ماست اسلام حداقلیه، اسلام حداکثری میخوان، اون چیزی که همه ائمه جمعه دارن روش تاکید میکنن و خامنه ای تاکید میکنه. سپاسگزارم آقای مصداقی از اینکه در برنامه حضور داشتین. بینندگان گرامی، این برنامه رو افزون بر اینکه در آرشیو خواهید دید، در آینده هم به اون آرشیو 10 شماره کشتار 67 اضافه خواهیم کرد که یک مجموعه در کنار هم دیگر باشد، برای اینکه هر چه در این مورد سخن بگوییم و هر چه بیشتر آگاهی پیدا کنیم، نسلی که امروز با اون فاصله داره بیشتر خواهد دونست و این به فراموشی نخواهد رفت. سپاسگزارم آقای مصداقی عزیز. خیلی ممنون از شما، همچنین از بینندگان محترم که با ما همراه بودند.